جملات شرطی یکی از مهمترین مباحث در گرامر انگلیسی است که باز مثل خیلی از مباحث دیگه باز مورد سوال و در واقع مورد سوال هست برای خیلی از زبان آموزا و خیلی ها همیشه میپرسن که شکل درست مثلا این جمله به چه صورت هست، ما وقتی if داریم باید چطور استفاده کنیم، چطور جملمون رو بیان کنیم و سوالاتی از این قبیل. دقت کنید دوستان، یه جمله شرطی دو قسمت داره. قسمت اول بهش میگیم بند if یا if clause و قسمت دوم بهش میگیم بند اصلی یا main clause. پس بند if و بند اصلی. خب دقت کنید، من در فارسی میگم اگه کار کنم پول پس انداز میکنم، اگه کار کنم پول پس انداز میکنم. یعنی چی؟ یعنی باید اول کار کنم بعد پول پس انداز کنم. بنابراین پول پس انداز کردن آینده کار کردن هست. خب دوستان، این میشه شرطی نوع اول. یعنی چی؟ یعنی اگر من حالا کار کنم، این زمان حال ساده میشه، در آینده پول پس انداز میکنم. جمله دوم میشه در واقع زمان آینده. یعنی بند if میشه حال ساده و بند اصلی جمله میشه آینده ساده. خب مثلا همین جمله رو من اگه بخوام به انگلیسی بگم، همین جمله دوستان به این صورت میشه که if I work I will save money. If I work، اگه حالا کار کنم، I will ها در آینده، I will save money. خب حالا دقت کنید، ما همین رو میخوایم ببریم به یه نوع دیگه، بگیم به یک زمان دیگه و به نوع دیگه بعد گفته بشه. من میگم که اگر کار میکردم پول پس انداز میکردم. دقت کنید، اگه کار میکردم پول پس انداز میکردم، یعنی زمان حال ساده تبدیل شد به گذشته ساده. اگه در گذشته کار میکردم، در یه مقدار بعدش ولی در دوباره در همون گذشته پولو پس انداز میکردم. خب اینجا دوستان باید از فعل would استفاده کنیم به اضافه فعل. اصطلاحا بهش میگن آینده در گذشته. یعنی چی؟ ببینید شفافتر من توضیح بدم. مثلا اگه 3 سال پیش من کار میکردم، تا 1 سال پیش مقدار پول پس انداز میکردم. 1 سال پیش درسته که گذشته است، اما نسبت به 3 سال پیش آینده میشه. این 1 سال پیش میشه آینده‌ای که کجاست، مربوط به گذشته است. و بعد فعل رو اینجا باید به صورت would بگیم. یعنی تنها اتفاقی که میفته اینه، نسبت به نوع اول حال ساده تبدیل میشه به گذشته ساده و آینده به جای will اینجا would استفاده میشه. جمله پس اینجوری میشه: اگه کار میکردم پول پس انداز میکردم. If I worked یعنی ایدی اضافه میکنیم که گذشته بشه، گذشته ساده. I would save money، به جای I will save میگیم I would save money. If I worked I would save money. اما میخوام یه زمان دیگه اینا رو بکشیم عقبتر. یعنی مثل اینه که بگیم اگه کار کرده بودم پول پس انداز کرده بودن. دوباره هر کدوم از بندها رو یه زمان میکشیم عقب. یعنی گذشته ساده میشه گذشته کامل یا همون حد به اضافه پی پی که در واقع ماضی نقلی بود که خدمتون عرض کردم. و وود به اضافه فعل ما چطور باید دوستان گذشته کنیم؟ این در واقع همون فرمول گذشته مودال هاست دیگه. میشه وود هاف به اضافه پی پی. گفتیم وقتی میخوایم مودال رو گذشته کنیم تبدیلش میکنیم به هاف به اضافه پی پی. پس دوستان عزیزم سلام، از همه شما دعوت میکنم به پیج اینستاگرام و همینطور کانال آموزشی تلگرام من وارد بشید. نکته جالب این هست که دوستان، مطالبی رو که در این دو قرار میدم یکسان نیستن. یعنی شما میتونید مطالب آموزشی زبانهای مختلف رو در واقع در اینستاگرام و در کانال تلگرام من دنبال کنید، مطالبی که در واقع به صورت جدا هم من قرار میدم و یکسان و تکراری نیستن. اما عنوان هر دو اینها یکیه، یعنی هم اینستاگرام و هم تلگرام من علی کیان پور 1987 هست و به جز این دو هیچ پیج دیگه‌ای بنده دوستان ندارم، نه در اینستاگرام و نه در تلگرام.